جمهوری اسلامی از مواضع خودش در دفاع از یک نظام اسلامی به تمام معنا در همه شؤون یک قدم عقب نشست. You can't believe that in a country as vast as Iran, more than 70 million inhabitants, indulge in a fool. Would you say that the authorities claiming that Mohsen Ruhol Amini's death was because of meningitis was a mistake, was a gross exaggeration? Mr. Ruhol Amini is a very close friend of mine, and all of us, we are regretting so much that he lost his son. We are not claiming that wrongdoing and unlawful act doesn't happen in Iran. It happens everywhere in the world. Claim to pure perfection definitely is too good to be true. But the fact is that when we discovered that there is some wrongdoing somewhere, like in Kahrizak, it took us only 48 hours to close it down. And in با عرض سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان عزیز برنامه تلویزیون ایران، من گفتار امشب رو در ارتباط با دیداری که در هفته گذشته در سازمان ملل متحد برگزار شد و در واقع شورای حقوق بشر سازمان ملل که هر سال در ادامه مجمع عمومی بعد از اینکه در واقع مقامات رسمی کشورها و رؤسای کشورها نیویورک رو ترک میکنند، شورای مختلفی که در واقع سازمان ملل داره و یکیش هم کمیته چهارم هست که کمیته حقوق مدنی و حقوق بشر هست، جلسات خودش رو تشکیل میده و امسال هم مانند همه سالهای گذشته یک قطعنامه ای در ارتباط با تحکیم در واقع با محکوم کردن جمهوری اسلامی و نقض حقوق بشر در ایران جزء دستور کار شورای حقوق بشر سازمان ملل بود و به رأی بسیار بالایی به تصویب رسید. این قطعنامه همانند سالهای گذشته در واقع نقض حقوق بشر رو در ایران هدف قرار داده بود و به ویژه در سال گذشته و امسال که دادگاه‌های مختلفی در ایران تشکیل شده و تعداد زیادی از مخالفین رو در زندان نگه داشته بودند و تعدادی رو هم که همونطور که اطلاع دارید در زیر شکنجه از بین بردند و وضعیت زندان‌های ایران مورد در واقع اعتراض جهانی قرار گرفته، نمونه‌اش رو در کهریزک اطلاع دارید که تعدادی از زندانی‌ها به علت وضع وخیم در واقع بهداشتی محیط از بین رفتند این تعدادشون و به حدی بود که خود آقای خامنه‌ای دستور پیگیری و تعقیب مسئولین این وقایع رو داد و حتما باز هم اگر اطلاع داشته باشید یا دنبال کرده باشید اخبار رو، یکی از کسانی که به عنوان قاضی در اون زمان دادستان تهران بود، آقای سعید مرتضوی، هم جز کسانی است که به واسطه اتفاقاتی که در کهریزک افتاد تحت تعقیب هست و در واقع حکم قضاوت اون رو ازش گرفتن و به عنوان قاضی نمیتونه الان کار بکنه و قرار هست که دادگاهی هم براش تشکیل بشه. ولی قرار عرض من در واقع این هست که در این جلساتی که شورای جهانی حقوق بشر تشکیل میده، قطعنامه‌ای رو هر سال کشورها بر علیه اون کشورهایی که ناقض حقوق بشر هستند به شورا تقدیم میکنن و امسال هم مثل سالهای گذشته قطعنامه‌ای از طریق کانادا و برخی کشورهای اروپایی به سازمان ملل تسلیم شده بود که به تصویب رسید. از ایران هیئتی به عنوان نماینده شرکت میکنه در این شورا که معمولا هم برای همه کشورها همینطور است که نمایندگانی از خود کشورها هم حضور پیدا میکنند
و در مورد ایران آقای جواد لاریجانی هست که به عنوان در واقع کمیسیونر حقوق بشر ایران شرکت کرده بود و در مدتی که در نیویورک بود مصاحبه هم با خبرنگار در واقع نیوزویک آقای فرید زکریا که برنامه رو در سی این این تهیه میکنه انجام داد. در این مصاحبه کوتاه ایشون بیشتر در ارتباط با مسئله اتمی صحبت کرد. آقای لاریجانی دکتراش رو در ریاضیات و فیزیک گرفته و الان مسئول در واقع شورای حقوق بشر ایران هست. در دفاعیاتی که او کرد از وضعیت حقوق بشر در ایران به این نکته پافشاری میکنه همیشه که بعضی از حقوقی که به عنوان حقوق بشر، حقوق جهان شمول بشری شناخته شده از طریق سازمان ملل، اینها با حقوقی که در اسلام پیشبینی شده در تناقض و اون چیزیش که با اسلام توافق نداره رو جمهوری اسلامی خودش رو ملزم به اجرای اون نمیدونه. سوال بزرگتر در واقع همیشه این مطرح بوده که چه حقوقی هست که در ارتباط با قوانین مذهبی ایران تفاهم نداره. همطور که میدونید بیانیه جهانی حقوق بشر 32 ماده داره که در بیشتر اون مواد در مورد حقوق انسان ها صحبت شده و یکی از حقوق اونها هم حق آزادی مذهب و در واقع عمل به فرایض دینی شخصی است و دولت ها از مداخله در اون منع شدند. در جمهوری اسلامی که یک جمهوری مذهبی و تئوکرات هست، کسانی که از مذاهب دیگری باشند و اعتقادات مذهبی دیگری داشته باشند حق در واقع عمل به دین خودشون رو ندارند و جز گروه هایی که به ویژه در ایران مورد عذاب قرار می گیرن از طرف جمهوری اسلامی و تحت تعقیب قرار می گیرن و همیشه تعداد زیادشون در زندان هستند، به طور مشخص بهائیت هست که جمهوری اسلامی خودش رو با اینها در تضاد کامل می دونه و جناحی از هیئت حاکمه ایران از جمله خود آقای احمدی نژاد از معتقدین و طرفداران یک جنایی هستند به اسم مجمع حجتیه که اصولا در زمانهای قبل از انقلاب هم خانه بهائی‌ها رو در ایران به آتش می‌کشیدند و اینها رو انواع در واقع هدف انواع اقسام مزاحمت‌ها قرار می‌دادند و بلافاصله بعد از انقلاب من خودم خاطرم هست که در بعضی از شهرهای ایران به خصوص در شیراز می‌دونم که تعداد زیادی از خونه‌های منتسب به بهائیات رو به آتش زدند و در موارد دیگه در مورد حقوق زنان، در مورد حق آزادی بیان هم می‌دونیم که جمهوری اسلامی اینها رو مراعات نمی‌کنه و به همین دلیل هست که این قطعنامه‌ها هر سال در شورای امنیت، در شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح میشه و با اکثریت آرا هم به تصویب میرسه و جمهوری اسلامی هم واقعا نمیتونه در مقابلش از خودش دفاع بکنه به خاطر اینکه همونطور که عرض کردم در برخی موارد حتی قوانین جمهوری اسلامی به طور مشخص در تضاد با بیانیه جهانی حقوق بشر هست. یعنی صحبت این نیستش که در عمل جمهوری اسلامی به حقوق بشر رو رعایت نمی‌کنه، حتی قوانین جمهوری اسلامی هم اونجایی که بین زن و مرد تفاوت قائل میشه، بین حقوق فرض کنید حق ارث برای زنان نصف مردان هست یا حق شهادت در مورد زنها نصف مرد هست و بسیاری مسائل دیگه، اصولا به طور قانونی و در قوانین جمهوری اسلامی به نحوی نوشته شده که حتی ملاحظه اون قوانین اثبات بر این هست که جمهوری اسلامی ناقض در واقع اون تعهداتی است که در سال 1948 موقع امضای قطعنامه بیانیه جهانی حقوق بشر ایران بهش تعهد کرده و جمهوری اسلامی هم بعد از اینکه در سال 79 به وجود آمد هنوز از اون بیانیه خارج نشده و مانند بسیاری کشورهای دیگه همچنان جز متعهدین به بیانیه جهانی حقوق بشر هست که یکی از مهمترین قوانینی است که سازمان ملل در طول تاریخ خودش
به امضا رسونده.